خب آقای سایروسی، من فکر کنم شما چندین ساله که خودتون حالا به شخص منو میشناسین و از سوابق من، چه در زمانی که تیم امید بودم و پله پله اومدیم تا رسیم به تیم ملی بزرگسالان و به اذعان تمام اون کسایی که بالاخره به نوعی تومار جمع کردن یا خودشون بالاخره از من توی رسانه ها تعریف که ترس کنم، همون چیزی که شناختی که از من داشتن ارائه کردن، یکی که من کوچکترین رفتار غیر اخلاقی نداشتم و توی این وضعیت چند وقت اخیر پرسپولیس هم که خودتون شاهدین، بالاخره بحران های گریبانگیر تیمون شدن از شروع فصل، از اولین بازیمون تا به الان، چه فشارهای روانی تیم روی تیم حاکم بودش و من اصلا نمیخوام با صحبت کردم تو این برنامه، از این که البته شما لطف کردین من روی خط آوردین خیلی ممنونم. من میخواستم هفته پیش هم صحبت کنم، حالا قسمت نشد صحبت کنم، ولی من قبول دارم که بالاخره یه اشتباه ناگهانی خیلی بدی مرتکب شدم، نه تنها خودم و خانواده‌ام و تمام کسان و تمام دوستان رو زیر سوال بردم، بلکه فکر می‌کنم جامعه فوتبال رو زیر سوال بردم، مخصوصا همبازیام، مخصوصا مسئولین باشگاه و همه اون کسایی که به نوعی با من در تماس و در ارتباط بودن و جا داره از تک تکشون عذرخواهی کنم و خدا میدونه این رفتار کاملا ناگهانه بودش و در شرایط جوی که حاکم در ورزشگاه سردار جنگل بود اصلا نمیتونم. حالا چرا مثلا ما باید بازیکنی در حد من که حدود شاید بگم 12-11 ساله که تو رده اول ملی داره بازی میکنه، به نوعی هم حالا افتخاری داشتم که حالا بازوبند کاپیتانی تیم ملی هم تو چند تا بازی در بازو داشتم، واقعا وای مباهات منه و این مثلا که شما گفتین بالاخره شاید بعضی از فوتبالیست ها مثلا از قشر ضعیف جامعه باشن و توی جایی تربیت شده باشن که مثلا من اینو قبول ندارم. یه قسمتی از صحبتاتون که شده شای خاکپور گفتم من با این خاکپور موافقم، چون همه اینجوری نیستن. حالا خود من تحصیلات عالیه دارم، خیلی از بازیکنان دیگه هم مثلا تحصیلات عالیه دارن. آره اما نه یه آیه نوستی، من اصلا مثلا کلی گفت الان یه آمار خود سازمان لیگ در مورد سطح تحصیلات بازیکن ما دو چیز فاجعه است. من قبول دارم خیلی هستن، ما الان چون برادران کریمیان اصلا فوق لیسانس فیزیک و اینا میخونن، خود شما خیلی هستن الان تحصیلات خوبی دارن، داره بهتر هم میشه، ولی کلا اگه من هست مجبور یه آمار کلی شما نگاه کن از فوتبالیستایی که در سطح اول فوتبال کشور ما خود سازمان لیگ آمارش داده، فوتبالیستا جز به اخشار فرهیخته جامعه ما نیستن. اینی قبول دارید اما بله. هستن آره بله آدمایی هستن تا که تا حدودی حرفتون رو قبول دارم. با تا حدود چیه؟ با آمار الان این آمار مستند خود سازمان لیگ داره که دیگه اون دیگه من که در مورد این صحبت نمی کنم. من اصلا در مورد من نسبت آمار سازمان لیگ من اطلاعاتی ندارم. حالا شما اطلاعاتتون تو این زمینه آره، من این بعد تحصیل فوتبالیستا در لیگ که آخرش اومده 64% فوتبالیستای ما زیر دیپلم هستند. خب این من میگم حتی همین دنیا همینا، یعنی مثلا نه که مثلا وین رونی مثلا فوق لیسانس داشته باشه، شما باید اینو هم در نظر بگیرید که فوتبال حرفه مدرن جدید، شما نکن که وقت زیادی از بازیکن بله. میشه که نمیتونن، مثلا خود من که مثلا 2 سال خارج از ایران بازی کردم، من فقط 4 تا میتونستم مرخصی تحصیلی بگیرم، دیگه نمیتونستم بیشتر از 4 تا که مرخصی تحصیلی بگیرم، اینم هستش. ولی در مجموع میگم بازم از تمامی مردم، مخصوصا اونایی که به هول و اونایی که به نوعی بالاخره با فوتبال دستن در کار فوتبال دخیل هستن، بازم عذرخواهی خودمو اعلام میکنم و واقعا میگم تو اون شرایط اصلا اینم بهتون بگم که تو این چندین سال که خود شما بازم به شخص منو میشناسید، شما دیدین مثلا طرز لباس پوشیدن من، طرز رفتار من، یا نمیدونم اگه واقعا کوچکترین چیزی از من دیدین شما اشاره کنید بهش، اصلا من به دیده منت هم قبول میکنم و دیگه حرف خاصی نمیمونه. باشه، خیلی ممنون آقای نوستان، تشکر میکنم از شما، تشکر. انشاءالله دیگه همچین مسائلی شاید نباشه. اینم الان آقای حسن، البته اینم میونه کلمتون بگم، من خدا میدونه که اصلا شما در فرض مثلا شما تا حالا شده مثلا یه لحظه اصلا میخوان از چراغ قرمز رد بشین، مثلا پشت چراغ زرد یه لحظه اصلا یه عجله‌ای دارن، یه چیز اتفاقی میشه میخوان بخواید رد بشین، میگم که منم یه اشتباهی مرتکب شدم، ولی شما اینو یقین بدونید که اصلا ناگهانه بود. میگم تو اون شرایط جوی و
اون مسائل و دیگه صحبت خاصی نمونه. تشکر میکنم از شما که من روی خط من فرصت دارید که بتونم واسه مردم عزیزم صحبت کنم. همین که شما اشتباهتون رو قبول کردید و اصلاح کردید این خیلی خوبه، الان که مثلا شرایط جوی اینا حالا خیلی میگم یه اتفاقی که نباید رخ میداده رخ داده و همین که شما عذرخواهی کردید شیس الان بیانیه‌اش با هم می‌بینیم عذرخواهی کرد به هر حال این نشون میده. آره خیلی کوتاه اگه بگید چون نصرتی عزیز سلام میکنم، خیلی خوشحالم اومدین روی خط. حقیقت اینه که پله پله اومدید، واقعا ما شاهد بودیم چه زحمتی کشید. اولا خداوند چه استعدادی به شما داده، خب در مقایسه با بقیه آدم ها و جوان ها شما استفاده کردید، پله پله اومدید. اگر این واکنش ها رو میبینید، اگر این التهاب رو میبینید، حقیقت اینه شما سرمایه ما هستید، ما حساب میکنیم برود. یعنی واقعا ما با شما اومدیم جلو، جوان ها با شما اومدن جلو، یعنی فوتبالتون رو دنبال کردن، تصاویرتون رو، ضربه هاتون رو عشق ورزیدن به شما، خانواده ها با علاقه به شما نگاه کردن. من امیدوارم این حالت اگر واکنشی میبینید حالت‌های دلسوزانه پشت اونم ببینید، یعنی واقعا شما سرمایه ما هستید و سایر جوان‌هایی که تو این حوزه این فرصت رو در میان میلیون‌ها جوانی که در کشورمون هستن این فرصت رو به دست آوردید که بیاید بازی کنید، مورد تشویق قرار بگیرید و امید ما باشید. به هر حال خیلی خوشحالم صداتون رو شنیدم و امیدوارم شاهد درخشش متفاوت شما در میدان باشم. ان شاء الله زنده باشین. خیلی ممنون، مرسی نصرتی، خدا نگهدار. آیه حسن زاده عزیز سلام، شبتون بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای فردوسی پور و همچنین محضر میهمانان عزیز جناب آقای سعد استاد عزیز جناب آقای حاج رضایی و بینندگان عزیز، در خدمت شما هستم. آقای حسن زاده الان به حال امروز میشه که تو اخبار گفتش که قرار شده تو بعد از بازی تیم ملی رأی اعلام نشه. حالا استنباط خودتون، من اگه تصمیمتون این است که اعلام نکنید که ما اصلا نمیتونیم به حال اصرار کنیم که همچین کاری انجام بدیم، استنباط خودتون چی از این اتفاقی رخ داده؟ من امشب خوشحال شدم که از جناب آقای حاج رضایی شنیدم که ایشون تایید کردن که بالاخره مرجع تصمیم گیری خوب شد، شتاب زده عمل نکرد. و البته منتظر بودم که شما مخالفتتون با نظر آقای حاج رضایی رو بشنوم، چون شما هفته گذشته به ما میگفتید که آقا مگر چه کاری داره این پرونده، سریع رأی بدید. نه حالا حالا اون شاید اون یکم شتاب زد، اما دیگه نه اینکه وایسی تا بازی بعدی تیم ملی بعد شب منو باید بشنوید دیگه. و اما ببینید، من عرض کردم من قول داده بودم یک شنبه تصمیم بگیریم و خوشبختانه حتی نظرمون این بود که عضو چهارم کمیته انضباطی هم که در مسافرت بود رو ما در واقع در کنارمون داشتیم، نشستیم به قولمون عمل کردیم، چهارشنبه این رأی رو به اضافه 5 رأی دیگر دادیم که اتفاقا در کنار این رأی حالا تنبیهی یکی از بازیکنان استقلال هم بود که ایشون هم در تیم ملی هست و ما این رأی رو گذاشتیم در پروسه ابلاغ و در واپسین ساعت مطلع شدم شخصا خودم که نظر رئیس فدراسیون این هست که این رأی ابلاغ نشه. خودم که جویا شدم با توجه به همین جوی که وجود داشته و بیانیه‌ای که در واقع بازیکنان تیم ملی و حتی با امضای جناب آقای کیروش مربی سرمربی تیم ملی اومده بوده، ظاهرا تصور ریاست محترم فدراسیون و شاید هم هیئت رئیسه این بوده که حالا که تیم ملی این رأی رو رصد میکنه و یا احتمال داره در بازی حساسی که تیم ما با جمعه با رقیب داره تأثیر گذار باشه، این تصمیم رو اونا گرفتن. ما وظیفه خودمون انجام دادیم. اتفاقا رأی من این همه که اعلام میشه رأی؟ چون هفته بعد هفته بعدم عید قدیره، بعدش هم تیم ملی با قطر بازی داره، بعدش هم با اندونزی بازی داره. نه با اندونزی بازی داره، بعد با قطر بازی داره. اشتباه نه بعد از اندونزی، خب بعد از اینکه ما هفته بعد بحرین بازی کنیم، بعد با اندونزی بازی کنیم، بعد دوباره با قطر بازی داریم دیگه. یعنی همینجوری بازی هست. به هر حال بحث جلوگیری از ابلاغ رأی که این ابلاغ باید توسط دبیرکل محترم انجام بگیره با یک جواب ظاهرا منطقی هست که البته اگر این سوال هم داشته باشید باید از من فهم میگم این رأی که شما دادید از رأی باشگاه پرسپولیس به لحاظ میزان محرومیت بیشتر یا کمتره؟ در جایی میتونم بگم که بیشتره، در جایی کمتره و ما همه چیز رو لحاظ کردیم. رأی هست که در اون در جایی بیشتره در جایی کمتره، یعنی در جایی کم خوشی هست که دیگه اخراج که نمیتونه، دیگه اعدامش که نمیتونه بکنه. شما شیست... باید منتظر باشید رأی رو ببینید. عرضم اینه که مثلا در مقوله جریمه نقدی ما چنین اعتقادی نداریم، در مقوله محرومیت هم شدت را می‌بینید با دلایل خودش، هم تخفیف مجازات را می‌بینید با دلایل خودش، ضمن اینکه بحث توجه به مسئولین و کوچینگ تیم را هم ما در
در واقع رأیمون دیدیم، یعنی گوشه ای از رأی به اونا مربوط میشه. نامه شیخ رضایی برای اصلاح میگم دقیقاً و قویاً عذرخواهی کرده، گفته پشیمونم، منو ببخشید، میخواست از ملت ایران مسئول باشگاه پرسپولیس و فدراسیون فوتبال و همه عذرخواهی کنم و در صحنه اول تقصیر نداشتم، شروع کننده نبودم، بعدش هم در صحنه دوم معلوم نبوده که چه خبر بوده و گفتم هر حکمی بدم میپذیرم، اگه محرومیت هم میتونه اسباب التیام بشه اونو میپذیرم و تکرار قصدی بهتره. اما اینو من میگم شیخ هم نباید نابود کرد، این که حالا شیخ هم نباید از بین بره.